ناراحت نشون اون روزونا بغل نشسته الان بهش برخورد. قول میدم قول میدم عاشق هست میشی. صبح خیر. نمیدونم چه این کار کردم. دیشب لونا ساعت 2 صبح شروع کرد میاو کردن. بعد لونا اصولا مدلای مختلف میاو داره. ای گربه داری میدونین چی میگم. مدلای مختلف میاو مثل گریه کردن بچه ها هست. وقتی مامانا مثلا مامانشن مامان بچه میدونن که گریه منش چیه، گوشنش خوابش میاد چیه. منم میاو میکنه لونا هم میفهمم داستان چیه. آقا ولی دیشب یه جور میاو کرد که هیچ وقت اونجوری میاو نمیکرد. منم یعنی از تخت جوری پریدم اومدم بیرون، احساس کردم مثلا بچم داری گریه میکنه. یادم اینجوری بودم که اوکی سارا آروم باش. بعدش رفتم دنبال لونا، پدرم همجوری نشسته اینجوری بیا لامصب چیه؟ دارم راجع به تو بد حرف میزنم، میخوای بیای تو؟ دیشب ساعت 2 تا 3 همش بیدار بودم چون نگران شدم. بعد خوابم هم نمی برد دیگه. یه اونجوری که من پا شدم دنبال لونا بودم، یه رو بداشتم بالا سرش بودم بیدم اوکی یا نه. بچه میگم شاید به خاطر اینه که اون هم ساختمونیم، هم ساختمونی منظورم همسایه بود. سارا مخش کار نمی کنه صبح. کسایی که اونور زندگی میکنن، اونور حالمون زندگی میکنن، تا کلی سحر بیدار بودن. ساعت 4 صبح من نمیفهمم 4 صبح چی کار میکنین. روز یک شنبه، که اگه شنبه بود میگفتن مهمونیه، جمعه بود میگفتن مهمونیه، هر موقع دیگه بود میگفتن مهمونیه، ولی یک شنبه شب هیچکی مهمونی نمیگیره. من هیچی نگفتم چون که اینا قراره که همشون برن، منم طبقم به زودی عوض میشه. سو whatever. خلاصه نمیدونم شما چجوری وقتی من خوابم نمیبره شبا، یهو تصمیمات زندگیمو میگیرم. مثلا اینجوری بودم که یک، این پیرسینگ من بامپم انقدر بد شده، قشنگ از اینجا معلومه توی ویدیو، انقدر بد شده که واقعا دیگه نمیتونم تحملش کنم. اینجوری بودم که دیشب میخواستم درش بیارم، گفتم اصلا گور بابای پیرسینگ اصلا نمیخوام. الان تصمیم گرفتم اوکی میذارم تا روز ریس دی. ریس دی که تقریبا میشه گفت کمتر از 2 ماه دیگه. اگه خوب شد خوب شد، اگه نشد برش میدارم. دیگه واقعا داره میره رو مخم. یعنی من هر چیزی که بگین، هر کاری که بگین امتحان کردم. روش نمک گذاشتم، روش آسپرین گذاشتم، روش سی سالت گذاشتم، همه کارو کردم. وارم پرس کردم، کولد پرس کردم، توش گرفتم اینجوری تو آب نگه دارم که تمیز شه. آره همه این کارو کردم. لامصب خوب نمیشه. دیگه نتونستم تحمل کنم، در آوردمش. گود جاب سارا، گود جاب. آها، بعد تصمیم بعدی زندگیم از اونجای اومد که دیشب دل درد وحشتناک شدم. چرا؟ چون که اون کوکی هایی که درست کردم یادتونه، من 3 تا درست کردم اون روز، بقیه رو گذاشتم چی تو یخچال بمونه. هر موقع میخواستم یه ذره بذارم روی پنه. بعد گذاشتم روی پن که مثلا گفتم که از این بابا هم بخوام میذارم روی پن میخورم، میذارم روی فر، توی فر. بعد دفعه بعدی که این کارو کردم انقدر بهتر شد چون کمتر گذاشتم. اون یکی رو 15 دقیقه گذاشتم، این یکی رو 12 دقیقه. It was amazing. خیلی خوب. چه این رو در آوردم. سارا گیج گیجی خوابی. بیا تو. حالا داشتم واسهتون میگفتم. بعد دیروز که همینجوری کوکی ها رو پشت هم میذاشتم توی فر داشتم میخوردم، دلدر و عشدناک گرفتم. بعد اونجا بود که تصمیم گرفتم آقا تا روز ریس سارا یه ذره مواظب چیزایی که میخوری باش. یه حد مثلا 6 تا کوکی رو همزمان نخور. چرا؟ چون یکی که حالت بد میشه سارا، برش هم که ریست نزدیکه و بتونی مثلا روز بعدش پاشی بری بدویی، نه اینکه اینقدر دل درد باشی که نتونی از جا تکون بخوری.
تصمیمات بزرگ زندگیم فعلا همین بود. این قان چونم چی شده بیبی؟ میدونم قرمزم، من اصولا خیلی قرمز میشم بعد از دویدن، واسه همین اونو ول کنین. دارم بعد از صبحونه تصمیم گرفتم که برم یه دونه شلتر که گربه ببینم. نه که میخوام گربه بخرم، فقط میخوام برم ببینم. دیروز فکر کنم 3 ساعت توی سایت های شلتر بودم که گربه های مختلف ببینم. واقعا نمیدونین چقدر دلم یه گربه دیگه میخواد، ولی از اونجایی که همه دوستام، بابک، خونوادم همه میگن درست نیست که یه گربه دیگه بگیرم، ولی واقعا دلم میخواد، یعنی اصلا نمیتونم. anyway فقط این دفعه داریم میریم ببینیم. ایشالله که کسی از دوستام این ولاگو نمیبینه و میدونم خونوادم ولاگامو همشو میبینن. بل حالا نرفتم گربه بگیرم yet. اصلا نمیتونم بهتون توضیح بدم که چقدر تجربه خوبی بود. یعنی عاشق یکی از گربه ها شدم. اصلا از وقتی میمدم بیرون همش دارم بهش فکر میکنم، دلم داره کباب میشه. وای، اولا که رفته بودم اصولا شلترهایی که اینجاست توی جاهای خیلی خوبه تورنتو نیست مسلما، به خاطر اینکه همش والنتیرینگه و کلن پولی نمیگیرن. رسیدم اونجا، آقا یکی اینکه بیشتر گربه هاشون اداپت شده بودن، یعنی مثلا بیشتر اونایی که نشون دادم که بودن اونجا ولی اداپت شدن، یعنی میخوام ببرنشون، به احتمال مثلا 99% گرفته میشن. بعد یه دونه از گربه ها بود که تازه آورده بودنش تو، اسمش آرکید بود. اینقدر کیوت و کوکولی بود، اصلا دلم کباب شد. نمیدونی قشنگ، یکی که یس گریم گرفت بعدش، بله
به خاطر اینکه دقیقاً اونو می‌خواستم و اینجوری بود که نه این آرکید رو نمیتونیم به کسی بدیم به خاطر اینکه تازه اومده، هنوز چک نشده، اطلاعات راجبی زیاد نداریم، واسه این فعلا نمیتونی اداپتش کنی. حالا خلاصه که بهم نگفتش که میتونی بعداً اداپت کنی یا نه، ولی گفت در حال حاضر نمیتونیم بهت هیچ اینفورمیشنی بدیم راجبش. You was the cutest baby. با یه سالش بود، با همش میمد بغل دستم همچی کوکولی. آره خلاصه که خیلی کیوت بود و منم واقعا خیلی خیلی دلم یه دونه بچه کیوت کوکولیه جدید میخواد. ناراحت نشو لونا، لونا بغلم نشسته الان بهش برخورد. قول میدم عاشقش میشی. بعد میدونی مثلا اینجوری هم نیستش که شلترای زیادی توی تورنتو باشه، اصولا خارج شهره به خاطر اینکه ارزونتره و بلا بلا. حالا همه اینا مهم نیست، مهم اینه که چی؟ من اون بچه رو میخوام، اوکی؟ من هیچی دیگه نمیخوام، هیچ کنون دیگه شون رو نمیخوام، من اونو میخوام. اسمش آرکید بود، من آرکید رو میخوام. حالا میدونی میخوام چیکار کنم؟ از اول این کار رو میکنم، هر روز صبح میرم سایتش رو چک کنم ببینم آرکید رو گذاشتن آنلاین، که تا گذاشتن من بهشون زنگ بزنم بگم من آرکید رو میخوام. ببینیم چی میشه دیگه. فعلا که اونجوری که بوش میاد کیه این مسیج میده؟ آه مامانم، sorry love you مامان. من بذار برم به مامانم بگم، شاید مامانم اینا رو راضی کنم، حس بهتری داشته باشم به این که گربه جدید بگیرم. بعد از ساعت ها حرف زدم با مامانم اینا و بابک، فکر نکنم گربه بگیرم، ولی اگه بذارن آرکید و همون گربه رو توی سایت من میرم میگیرم. اوکی؟ That baby was cute. دارم میرم گروسری شاپینگ، ساعت 3:30 الان باید برم. میخواستم یه ذره استراحت کنم بعدم برم چون خیلی خستم، ولی با الان برم به خاطر اینکه ساعت 4:05 همه تعطیل میشن، همه میریزن توی سوپرمارکت ها. اوکی؟ من جایی که حوصله یه شلوغی ندارم، میخوام الان برم. امیدوارم که شلوغ نباشه. کلی وسایل باید بخرم. کلا من گروسری شاپینگ عاشقشم. اصلا به عنوان یکی که زندگی مادر بزرگونه داره، خرید وسایل خونه و تمیز کردن خونه اینا خیلی فانه واسم. مشکل گروسری شاپینگ اینه که من وسایل زیاد دارم، با اینکه نزدیکم خیلی سخت بیارم. انقدر تو فکر اینم که یه دونه از اینا هست که میکشی با خودت. نمیدونم اسمش چی، عکسش میذارم اینجا. از اینا میخوام بگیرم، ولی دیگه قشنگ میشم مادر بزرگ. قشنگ مادر بزرگا این کارو میکنم. من تا دیگه کسی جوون ندیدم این کارو بکنه. نمیدونم، ولی خیلی دارم تمتد میشم که این کارو کنم، چون که وسایلم زیاد. آقا نمیشه اینجوری با خودم میرم، دارم میمیرم قشنگ. به نظرتون خیلی زایه است؟ خیلی زایه نیست؟ بهم بگین این کارو بکنم نکنم؟ اینا دیگه خیلی مادر بزرگونه است.